میرسن به دوستانم میگوین من کمونیست نیستم، سراغم نیاد. من تعصب اسلامی ندارم، سراغم نیاد. من میانرو نیستم، سراغم نیاد. من یک هدف دارم، قدرت جان. اسلامی دستی به من میخوره که من از خانواده متعصب اسلامی هستم، ولی وقتی میاد میبینه راه درسته. ما اسرار محمد رو میتونیم بگیم، زمان اگر یک بار بگیم آهست میگیره بشریت. مگر نمیشنوید در دنیا کسانی هستن که وقتی چیزه دستشون رو اشاره میکنن تمام سینه ها آهست میگیره؟ پس دست منبع انرژی. شما برید سرزمین هایی مثل چین و هندوستان رو ببینید. سیسکویی از چیست؟ پس ما تمام اثار بشریت رو در طریقت دانایی ولی به انشاء میدونیم. دانشگاه در میزنیم، دانشگاهی در دنیا بحث نشده، به تمام دانشگاه ها اعلام میکنیم. با ما مخالفت بی جهت نکنید. اگر من به دانشگاه، در دانشگاه ملی، در دانشگاه تهران دین کرسی استادان قرار میگیرم، اگر بخواهم تابع اجتماع دوستان همقطارم قرار بگیرم، اون وقت قبولم دارید. ولی وقتی من میگویم که بیماری اسکیزوفرنی در ایران روی نوستان 10,000 بیلکه، ولی بیماری پرانویزی در هر 100 نفر ایرانی 50 نفر بیماری پرانویزی دارن، یعنی استقدرت طلبی با خودتون صحبت میکنن. پس آیا بیاییم تفکر دنیای غرب رو با دنیای شرق هماهنگ کنیم و مدار هستی بیافریم؟ اگر دوستان عزیز مرامنامه ما رو میخوان، چه مرامنامه بالاتر از انسان؟ ما در تمام ادیان در معبد ما کار میکنن. چرا چشم و گوشتون باز نیست بدونید ما چه میکنیم؟ چرا نمیخواید با ما تفکر کنید و قبول کنید که ما باید به دنیای جن بریم؟ کسب جن این اسرار بی پایان با دستگاه ماشین نمیشه پیدا کرد. ماشین رو دیدیم که تا کره ماه به طول چند هزار سال میکشید، ولی کرات مذاب دیگر سپید خواهد اومد. کراتی که بشر اگر با دستگاه ماشین بره، قدرت جان در حد اکثر سرعته. شما اگر به حد اکثر سرعت برید، جرمتون نابود خواهد شد. یکی از اون لحظات که شواهد زندگی شما مرگه، اون چیزی که شما میمیرید. اما یک سؤال اینجا پیش میاد، شما چرا بر مردگان گریه میکنید؟ چرا دلتون به حال بشریت میسوزه؟ چرا به فکر این هستید که بشریت رو در یک قانون و نوسان زندگی قرار بدید؟ شما کیستید که اینها رو میخواید؟ سریعتر باید صحبت کنیم. بشر آینده در سال 2008 میلیارد انسان خواهد رسید. پیشگویی نیست. ما میدانیم که کره زمین به تیغ کوه‌ها به دره ها خواهند ریخت. آب‌ها شور نبودند، آب‌ها شور شدند به علت ریزش کوه‌ها و زمین‌ها سفته شد به دریا. ما میدانیم که کره زمین در رابطه خیلی نزدیک به 2000 سال دیگر نمکزارها بروز خواهند کرد و حرارت رو به صورت بخار و بالاخره آبها رو خشک خواهند کرد. و وقتی آبها خشک بشند، زمین حالت یخبندان در اون ظاهر خواهد شد و قطبین ظهور خواهند کرد. پس در اون صورت انسان چی از اشتاقی مونده؟ یاران، اگر به این تفکر و این پیام توجه کنیم، این یک پیام و یک قدرت انسانی در سطح جهان. زمین چون کوفتی گردان خواهد شد و اگر فراز نصیب یعنی این انباز در زمین ننشینه، موج زنده در زمین وجود نخواهد داشت. ولی ما میدانیم که در کرات دیگر انسان زندگی میکنه، نه به صورت دست و این پا. این رو بهش میگیم ناسیب در علم پزشکی، یعنی ناسیب خاصیتی در دنیا داره که حاصل جن رو نداره. جن عامل وراثت هست، یعنی ما میتونیم که ارث
گرفته یک طول زمان رو منتقل کنیم به انسان، ولی محیط ما رو به آن شکل در میاره که خرگوش مثلا گواتمالایی رو در میاره با خرگوش نیرویی که در این کره از زمین یا این قسمت از زمین تولید کنه. و این تفکر در ما به وجود میاد که موجودات در یخ و به صورت یک مواد پروتئینی بسته باقی میمونن، همونطوری که در اقیانوس منجمد شمالی روزی ماشاه خواهیم بود که بشریت چون سیل سرازیر اونجا خواهند شد تا قضا گیر بیارن. 4 میلیارد آدم وجود داره روی کره زمین. آیا شما به بشریت فکر میکنید؟ آیا شما انسانی؟ اگر انسانی، آیا به فکر خودی یا به فکر آینده؟ آیا فرزندانتون رو دوست دارید؟ پس اگر خود پرست نیستید چرا به فکر 4 میلیارد آدمی که در سال 15 تا 10 سال دیگر باش مواجه هستیم قرار بگیرید؟ یک شب سینی که میخوابه صبح بلند میشه 200,000 متولد میکنه حداقل. این تفکر از کجاست؟ زمین که گنجایش تغذیه ما رو نداره الان. ما ببینید شما اگر واقعا دلسوزان انسانی هستید برید در افریقای سیاه، و اگر انسانی ببینید مواد پروتئینی نیست انسانها لحظه به لحظه راه میرند و میفتند و میرند. اگر شما به هر دینی که هستید فقط به انسان دارید صحبت میکنید، یعنی چرا وقتی میگویند انسان نه مغز و گوش؟ اگر میگویند در راز ادیان اخیرا این موج قدرت از اسلام شروع شده، آیا این غیر حقیقی است؟ آیا ستاره یمانی رو که کشوری چون افریقای سیاه بدون تمدن کشف میکنه و میگه در ستاره یمانی این اتفاقات میفته در این زمان بعد از 4,000 سال میبینن که درسته، این از کجا به دست آورده؟ با ماشین دست ستاره یمانی؟ ستاره که امروزه بشر فهمیده که دقیقا روی پوسته جانداران حرکت میکنه. شما لذت جنسی که میبرید جز این پوست دارید؟ شما در علم پزشکی ما گفتیم که این پوست که اثری نداره. به طور افکارآمیز یاران من میدونن باهاتون صحبت کردم پشت پرده ها و بسته بندی شده هیچ چیز با شما نمیگفتم، اخیرا میدونید خیلی باز از اسرار بشریت صحبت میکنید. من که پیرگان نیستم، من که جوانم، چطور میشه کلمه پیره این به من خطاب میکنم؟ چرا یاران من در سطح شهرستان ها این کلمه رو به من میگن؟ کدام نوشته ما شبیه نوشته های دیگران هست؟ ما فهمیدیم راز بزرگی در ادیان هست. فهمیدیم مادر من وقتی کرنش میکنه در برابر یک حرکت سمت او ناآگاه به این کرنش جوان میشه، مجبور بشریت در این حرکت قرار بگیره. ولی اگر روزی امام زمان چه در سیون که دشمن مسلمین هستن، چه مسلمان به جبه میگیره در برابر سیون، خب بشر باز باید با بشر بجنگه؟ بله، اگر شما هم دیگر رو میکشید علت خیلی زنده داره، اگر شما هم دیگر رو نکشید جایی برای زندگی کردن